اگر برای شما بارها پیش اومده که کودکتون در جمع مهمونی به وسایل منزل صابخونه دست میزنه، جیغ و فریاد میکنه و شیطنت و بیقراری های بیموردی داره، تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید که در این موارد چگونه باید برخورد کنید. سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. معمولا در مواردی که بچه‌ها در یک جمع مهمانی طولانی و یا دیر وقت و در زمان نامناسبی هستن، رفتارهایی رو نشون میده که ناشی از اینه که حوصله اونها سر رفته، خسته شده و یا ساعت خوابشونه و هزاران دلیل دیگه که معمولا اختلالی در روند عادی زندگیش داره پیش میاد. تو اینجا مواقع معمولا بچه ها شروع میکنن به جستجو و کنجکاوی های بیمورد، به وسایل هزینی صاحب خونه مرتب دست میزنن و یا جیغ و فریاد میکنن، بیقراری میکنن و یا لجبازی های خاص خودشون داره. گاه هم پیش میاد که والدین در اینجا مواقع شروع میکنن به سرزنش کردن کودک یا تنبیه کردن و یا وعده تنبیه دادن و یا اینکه از صاحب خانه که معمولا از اعضای خانواده یا دوست یا آشنا هستن میخوان که کودک رو بترسونن، دعواش کنن و یا رفتارهای اینطوری کنن که نتیجه این رفتارها جز لجبازی بیشتر برای بچه ها نیست و همچنین از طرفی عزت نفس و استقلال بچه ها رو زیر سوال میبره و اونها رو در واقع به فردی لجباز و پرخاشگر تبدیل میکنه. اگر با اینجور موارد برخورد کردید، مهمترین کار اینه که ببینید علت این رفتار کودکان چیه. معمولا رفتارهای هر فرد علت خاصی داره و واکنشی هست نسبت به اون موقعیتی که درش قرار گرفته. اگر بچه ها دست به وسایل مختلف داره در خونه میزبان میزنن، یعنی اینکه حس کنجکاوی بیمورد اونها در واقع شروع شده، اگر شیطنت دارن ممکنه که حوصله‌شون سر رفته باشه و اگر جیغ و فریادهای بی دلیل دارن ممکنه که در واقع بی علاقگی حضور در اون جمع رو داشته باشن. در این موارد دعوا کردن، سرزنش کردن و حتی تنبیه، چه گفتاری و چه تنبیه فیزیکی معمولا کمک کننده نیست و حتی ممکنه نتایج برعکس اونی که میخوایم داشته باشه و حتی شیطنت و کنجکاوی و لجبازی کودک رو بیشتر کنه. بهترین کار در اینجا مواقع بردن کودک به یک محل خلوت و یا اتاق خلوت هست، باش دوستانه و صمیمانه صحبت کنید و سعی کنید علت این رفتارهای کودک رو در پاسخهایی که به شما میده پیدا بکنید. بهتره در اینجا مواقع انرژی که در کودک ذخیره شده رو به سمت استفاده و شنیدن یک داستان یا انجام یک بازی یا انجام یک نقاشی و یا یک فعالیتی که مورد علاقه کودک هست و در واقع آسیبی به وسایل خونه و یا آرامش افراد حاضر در جمع نمیزنه، در واقع سوق بدین و سعی کنید که بچه ها رو از اون طریق سرگرم کنید، در این حال که از فرد دیگری برای تربیت کودکتون استفاده نمی کنید و در واقع از وجود اونها برای کودکتون ترس و رعب ایجاد نمی کنید که در واقع به رفتارهای و روابط اونها بخواید آسیب بزنید. چیزی که بسیار اهمیت داره اینی که عزت نفس بچه ها در هر شرایطی و همچنین حس استقلال طلبی اونها رو در این شرایط باید حفظ کنید، بهش احترام بگذارید و نباید از بچه هایی که بعدها بزرگ سال این جامعه هستن فردی بسازید که عزت نفس و احترام به خود رو در واقع ندیده و نخواهد گذاشت. مسئله مهم اینه که پدر والد و مادر به عنوان افراد آگاه مسئول تربیت کودکشون هستن و بسیار اهمیت داره که تربیت کودکتون رو به دست فرد دیگری نسپارید. اگر چنانچه عزیزی دارید که مشغول مراقبت از کودکشون هستن، این ویدیو رو با اونها هم به اشتراک بگذارید تا اونها هم بتونن تربیت صحیح رو برای کودکشون در نظر بگیرن. ممنون از توجهتون.